غذای جهانی 2018 با حضور 90 شرکت از 16 کشور در شهر آلماتی قزاقستان برگزار شد. در نمایشگاه بین المللی محصولات غذایی و صنایع بسته‌بندی قزاقستان، شرکت‌هایی از کشورهایی همچون جمهوری اسلامی ایران، آمریکا، لهستان، روسیه، کره جنوبی، ترکیه و قزاقستان آخرین دستاوردهای خود را در زمینه صنایع غذایی به نمایش گذاشتند. تقریبا چیزی حدود 2 سال هستش که ما محصولات لبنی و مواد غذایی کشور عزیزمون رو به کشورهای آسیای میانه و روسیه و کشورهای سیای صادرات انجام میدیم. خوشبختانه با استقبال خیلی خوبی از طرف بازار و مصرف کننده های کشورهای مقصد مواجه شدیم. انواع فراورده های گوشتی، شیرینیجات، نوشیدنی ها، سیستم های سردخانه ای، آشپزخانه های صنعتی و صنایع بسته بندی در این نمایشگاه در معرض دید قرار داده شده است. ما تولید کننده یخچال و فریزرهای فروشگاهی هستیم. هدف ما کسب سهمی از بازارهای کشورهای آسیای میانه است. تا به حال تونستیم به کشور آذربایجان، افغانستان، عراق صادرات بکنیم. بیشتر هدف ما این است که بتونیم ارزآوری بکنیم برای کشورمون. من نماینده فروش محصولات لبنیات ایران در 8 شهر قزاقستان هستم و در این مدت توانستیم خریداران بسیاری را در قزاقستان جذب کنیم. به عقیده کارشناسان اقتصادی، صنایع غذایی ایران از مزیت نسبی جهت وارد شدن به عرصه تجارت بین المللی برخوردار است. اما صادرات صنایع غذایی ایران جهت حضور در این رقابت جهانی لازم است از کیفیت لازم، قیمت متعادل و بسته‌بندی مناسب برخوردار باشد. امیر هوشنگ دانایی، خبرگزاری صدا و سیما، قزاقستان، آلماتی.